متشکرم. ممنون. به قول دوست عزیزم آقای سهیل محمودی، دوست عزیز خوبم، خواننده خوب، شاعر گرانقدر، موسیقی دوست داشتنی، به افتخار حسین رفیعی، دست رشه بزنی، بچه خوبی حسین، چه آهنگ شادی برا تو درم. حالا مرسی عزیزم، خودت گلی. مرسی. مرسی عزیزم واقعا که منو شرمنده میکنید. به خاطر اینجوری دارم صحبت میکنم که در مورد مسئله مهمی میخواستم حرف بزنم که زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داده. خسته شدیم، به خدا قسم، مسکه شده زندگیمون در تبلیغات تلویزیون، روب و سوس و ابلیمو و پاپک. من نمیدونم این بلوب لوب چی بود، از کجا اومد. یکی از دوستانم منو دیده میگه من ماهی 200,000 تومان حقوق میگیرم. بدبخت شدم، 100,000 تومنش واسه بچه لوب لوب میخرم. کم کم تعداد این گلها از وزن منم بیشتر میشه، چون من 50 کیلو بیشتر وزن ندارم. علتش هم میگم برای چی. گفتم اشکالش چیه عزیزم، واسه بچه لپ لپ میخری؟ گفت اشکالش اینه که میایم تو خونه میشینیم با بچه، به چه امیدی در این لپ لپ وا میکنیم، یهو فنر میپره بیرون، امید ما ناامید میشه. گفتم خب مرد حسابی از تو لپ لپ زانتیا میخواد بپره بیرون، خب لپ لپ دیگه این بماند. من طرف صحبتم با مادرای عزیزه که مادر عزیز آخه این پفک چیه که این بچه بدی بخوره؟ خب این اشتهاش کور میشه، این بچه دیگه رشد نمیکنه. بفرما به چی میخندی؟ از این باریکتر میشه؟ من میگم وزن گل از من بیشتر بگیرد. بچه ها چه گناهی کردن که نوک پیکان همه تبلیغا به سمت کودکان گرفته شده؟ بچه خوابیده بابارن، بچه ساسیده. به بچه چی کار داری؟ چی کار کردی؟ میان گوشی موبایل میدن دست بچه تبلیغ کنه، بابایی گوشی وایده. خب چه وضعی درست کردی تو؟ دوستم میگفت در مسیر کار به خونه میومدم، وسط راه یهو دلم درد گرفت، رفتم یه WC عمومی. حالا موبایلرم خریده بودم تحت تاثیر تبلیغات، رفتم تا WC، تا نشستم زرتی موبایل شروع کرد زنگ زدن. حالا میخوام جواب ندم، این ویبرش داره کمرمو داغون میکنه. گوشی رو برداشتم، الو، دیدم خانممه. تقی، بله. کجایی؟ خانم الان جلسه داره. من نمیدونم چرا دروغ، به جور خودم دروغ کارزش. جدی میگم کجا؟ میگم جلسه دارم الان آخرش. کاری ندارم، میخواستم بگم من دارم میرم خونه مامانم، اینا همونجا که هستی چی بخور بیا خونه، شام ندارم. یه دروغ یه شب گشتگی. دستا رو دیگه شل نزنید دیگه، ببین. متشکرم. خدایی نکرد دروغ، مخصوصا به بچه ها دارم میگم، دروغ از جمله گناهان کبیر است و خدایی نکرده اگه کسی به دروغ عادت کنه دیگه از سرش بیرون نمیره. چوپان دروغگو رو همه میشناسید، مرد او دنیا آمدن گفتن تو کی؟ گفت من دهقان فداکارم. دیگه درسته میشه، درسته، تایید میفرمایید؟